بشم هشم نعصه و نسلی اختورا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب در سفاری مقدوشیم نوشته شده که انسانی که میخواد برگرده به تشوا به طور شایسته یکی از نکاتی که برای کفاره گناهش بجز اقرار و پشیمانی و ترک گناه و جایگزین کردن اعمال نیک لازمه اینه که این فرد تعنیت بگیره این تعنیت ها میتونه قدرت بدنی او رو کم کنه و او رو یه مقداری از حوث ها به دور بیاره ولی امروزه به خاطر اینکه انسانها قدرتشون کم شده و خولشا باله اولام ضعف به دنیا اومده پیشنهاد تنیت های فردی رو به کسانی که میخوان توبه کنن نمیدن بلکه جایگزینی رو براش در نظر میگیرن یکی از بهترین جایگزینا به جز تلموتورا که اون در رس قرار داره مسئله بازخرید اون تنیت به وسیله پذیرفتن اون توهین ها و ناسزا و بی هایی که به فرد داده میشه و گفته میشه این قبول توهین میتونه ای باشه برای بخشش گناه و در تواضع و فروتنی فرد نقش بسزایی داشته باشه دلیل این پیشنهاد و این راه حل چیه که خخامین فرمودن با پذیرفتن توهین و سکوت میتونه انسان جای تعنیدها رو پر کنه مگیلت اخا فصل سه پاسوق سی میفرماید ایتن مکه و لخی اسبه به خرپا یعنی بدهد به اونهایی که میخوان به او سیلی بزنن ضربه بزنن صورتش رو و سیر شود از خفت انسانی که میخواد تشوبا کنه به طور کلی میتونه به جای تعنید گرفتن بپذیره اون توین ها و خاری ها و خفت هایی که به او میگن و همونطوری که اینجا پاسخ میفرماید بدهد به زاربینش صورت یعنی حتی شده سیلی بخوره و سکوت کنه و جواب نده اون وقت ایسبه میتونه سیر بشه میتونه غذا بخوره دیگه لازم به تنید گرفتن نیست چرا خرپا بعد از اون میگه که ننگوار بهش زدن او رو توهین کردن و ناسزا گفتن و او سکوت کرده را در مسخت خلین دافه عمود شنی توضیح میده که آدم او به ما توشی عدونای چرا پاسخ گفته انسان و حیوان خداوند اونها رو نجات میده اشاره داره بر افرادی که میان و خودشون رو همچون حیوان قرار میدند وقتی که به یک حیوان توهین میشه بی میشه خفت و خاری وارد میشه حیوان سکوت میکنه انسانی که این قدرت رو پیدا میکنه که ننگش رو بشنوه و جواب نده و خودش رو همچون یک حیوان قرار بده و این چنین تواضع و فروتنی رو به خودش میده این فرد دیگه احتیاج به تعنیت های شخصی برای کفاره گناهانش نداره و توشی ادونای خداوند او رو نجات و فرج خواهد داد همینی که ابتدای مطلب میخونیم سیدقات خاک هر میشپاته خات عمر با آدام او ما توشی ادونای ما به تحسین و مده خدا میپردازیم بگیم خدایا سیدقات خاک هر یعنی صداقت های تو همچون کوه ها میباشند به خاطر اینکه میشپات خاطه هم ربا قضاوت و محکمه تو بسیار عمیق و ریشه و اصولی قضاوت میکنه وقتی که میدت دین بر انسان میرسه و برای انسان حکم میکنه که بلا و سختی و ناراحتی ها پیش بیاد به خاطر اعمال ناپسند گذشتش اول ولی آدام و به ما انسانی که خودش رو همچنین بهما قرار میده موفق میشه که به جای یه سوریم توشی عدونای خدا و نجاتش میده و این صداقت بزرگ توست کتاب ویده بلموشه توضیح میده گفتار خخامیم رو از میدراش و ربا ها یه وقتش تنیر دافت خداوند اون فرد تعقیب شونده رو میخواد و دوستش داره یهودا بر سیمون میفرماید این چور فرمود خداوند گاو مورد تعقیب شیر هست بز مورد تعقیب ببره و بره مورد تعقیب گرگ به درگاه من تقدیم نکنید از اونهایی که تعقیب میکنند بلکه از اونهایی که مورد تعقیب هستند گاو و بز و بره کاشرن برای قربانی به خاطر که اونها تعقیب شده هستند اینها مثل افرادی هستند که ننگشون رو میشنوند توهین رو میشنوند و جواب نمیدن البته این رو در پرانتز بگیم که در دعوا حلوا پخش نمیکنند. مسلمان وقتی انسان جواب بده بی احترامی کنه باز هم بی احترامی بهش میکنن و حرفای زشت بیشتری بهش میزنند و او اجازه نداره در مقابل توهینایی که شنیده توهین کنه پس بنابراین در موقع دعوا سکوت کنه جواب نده و بعدا در یک زمان مناسب و مقتضی میتونه با اون طرف مقابل صحبت کنه و بهش بگه که دیدی که من جوابت ندادم و صحبتات خوب نبود پسندیده نبود و خوبه که این راه رو دور کنی از خودت و رفتارت رو تغییر بدی ولی در زمان دعوا انسان باید شود سکوت کنه بشنوه تو اینشو جواب نده و این میشه نیردافیم مثل همون بزوبره و گاوی که مورد تعقیب هستند و خداوند اونها رو دوست میداره و میگه اونها رو برای من تقدیم کنید و به خاطر همین خدا من رم میکنه به این آدم و از یه سوریم سختی ها و مشکلاتی که قرار بر سر او وارد بشه میگذره و این تذکر بزرگی است که خداوند در مورد قربانی ها به ما میده هگان ریبی خیسقیا میشقوفسکی شلیتا تعریف میکنه مطلبی رو از اگان ریبی اسرائیل شلیتا راو راموت که اون فردی که ارتباط مستقیم داره با این قضیه داره این داستان رو از زندگی خودش تعریف میکنه او به خدمت راب میرسه و میگه مشکلات عدیده و زیادی در شالوم بعیت خانوادش وجود داره و با خانمش اختلافات زیادی داره و همینطور دچار بدهی های زیادی است و گرفتار نداری و فقر مالی است و با دختر خانومش هم مشکلاتی داره بالاخره مجبور شده که زنش رو طلاق بگیره پدر زنش او رو به دادگاه کشیده و براش مشکلات زیادی به وجود آورده و مزید بر اون بیماری سختی هم مبتلاست و با اون بیماری دست و پنجه نرد میکنه اگان ربی ابرام گنی خوفسکی بهش جواب میده که اگر تو میخوای در زندگی موفق بشی و مشکلاتت رو از خود دور کنی و نجات پیدا کنی دو نکته رو بر خود بپذیر. اول اینکه از کسانی باش که توهین رو میشنون و جواب نمیدن. و توجه کن همیشه تمام اتفاقاتی که در زندگی تو میفته از طرف خداست و هیچ کس نمیتونه به تو بدی کنه مگر اینکه حکمش از حضور خداوند یکتایی بیام تا صادر شده باشه. همینطور برای همسرت که او رو طلاق دادی دعا کن که او موفق بشه و زندگی خوبی داشته باشه برای پدرزنت که در گذشته مشکلاتی رو برای تو به وجود آورده برای او هم تفیلا بخون و سعی کن که اونها رو دوست داشته باشی و خوبی و موفقیت و سلامتی اونها رو از خدا بخوا اون به راب میگه جناب راب من چطور میتونم یه چنین کاری کنم اینها این همه به من بد کردن و بی احترامی کردن و بد سر من آوردن ها راب بهش میگه ببین تنها راه موفقیت تو همینه که خودت رو راضی کنی اونها رو ببخشی برای خوبی و موفقیت و سلامتی اونها تفیلا بخونی و وقتی که تو روی خصلت های بدت پا گذاشتی و از اونها گذشتی خداوند نیست از تقصیرات تو میگذره و نکته دیگر اینه که هر لحظه ای که تو اونها رو تو قلب دشمن میداری از لاو تو را که فرموده لطیس نای تاخی خواه بیل میگذرید و این گذشتن از لاو مربوط میشه به هر لحظه مثل یک کنتور آب که شماره ها رو لحظه به لحظه اضافه میکنه با مصرف آب و اینجاست که گناه سنگینی شامل حال تو میشه بلکه برعکس باید اونها رو ببخشی اونها رو دوست بداری برای زندگی خوبشون دعا کنی و خودت موفق میشی ابرخ حقیقتا با وجوده که سخت بود روی خودش کار میکنه هر روز برای پدرزنش و همسری که او رو طلاق داده دعا میکنه و بدین وسیله دشمنی رو از قلب خودش دور میندازه و احساس رضایت میکنه اون بیماریش بهبود پیدا میکنه و شروع میکنه که با دخترش هم روابط خوبی داشته باشه و همینطور بعد از اون در کار و کسبشم موفق میشه همه اینها برمیگرده که انسان عشق، صفا، صمیمیت، دوستی رو اضافه کنه که خداوند این رو از ما میخواد حتی به اونهایی که بهش بد کردند ولی حالا موقع اونه که همه اونها رو ببخشه تا اینکه خداوند نیز او رو ببخشه و همه نعمات خوبش رو سرازیر رو کنه امیدواریم ما هم در یه چنین مسیر و راهی قدم برداریم و ما هم بتونیم این چنین فرد شایسته و کسی که خداوند بهش افتخار میکنه باشیم عبد اسرائیل اشر بخا پایر